با عرض سلام و خسته نباشید، امروز میخوام راجع به دستگاه گوارش صحبت کنم و عملکرد دستگاه گوارش با تشکر از اساتید و در مراحل بعدی در مورد بیماری های گوارشی و از فارماکوتراپی و درمان آنها از لحاظ دارویی بررسی کنیم. دستگاه گوارش چه از دهان شروع میشه و تا مقعد ادامه پیدا میکنه حدود 9 متر است. البته قدرت بسیار فراوانی در این مسیر وجود داره، قدرت بزاق، قدرتی که از معده ترشح میکنن، لوزل معده، ترشحات صفرایی و ترشحات روده کوچیک و آنزیم های بسیاری که در این قسمت ترشح میشه. اول قسمت دستگاه گوارش از دهان شروع میشه. ما کلا میتونیم دستگاه گوارش رو به دو بخش تقسیم کنیم، بخش بالایی و پایینی یا آپر و لوور. بخش بالایی شامل دهان، مری، معده و دودنوم هست، چه ماوس، اسوفاگوس، استامک و دودنوم شاملشون میشه. وظیفه این قسمت در مورد دهان بیشتر وظیفه خرد کردن و تشکیل بلوس یا آمیخته کردن باب بزاق، خرد کردن و شروع دایجستشن هضم. البته کربوهیدرات ها هضمشون از دهان شروع میشه و پروتئین ها از معده. قسمت لوور پارت یا قسمت پایین دستگاه گوارش چه شامل اسمال تستاین، روده کوچیک و روده بزرگ، رکتوم و آنوس هست، در محل بیشتر جذب و دفع صورت میگیره. وظیفه اصلی دستگاه گوارش هضم غذا و کمک به جذب و دفع مواد زائد است که انرژی لازم واسه بدن فراهم بشه. و همون چه بیان کردم، استارت این کار از دهان شروع میشه و در دهان ما 3 تا غده بزاقی معروف داریم که شامل پاروتید، سابلینگوال و سابمندبولار هستش. اینها ترشح مایع بزاق بر عهده دارند. در مایع بزاق آب، یونها و آلفا آمیلاز مربوط به گوارش کربوهیدرات وجود داره. همونطور که در این شکل ها مشاهده میکنید، در ناحیه نزدیک گوش، ما پاروتید گلند رو داریم، قده پاروتید، چه این قده از طریق یه مجرای پاروتید داکت ترشوش رو به دهان میریزه. البته در مابینش یه قده خیلی کوچیکی به نام اساسی رفت پاروتید گلند هم وجود داره. در قسمت پایین تر ما نزدیک مندیبل ما ساب مندیبولا گلند رو داریم و در قسمت زیر زبان هم ساب لینگوال که زیر زبانی هم بهش میگن. اینا کارشون ترشح بزاق است و در حینی که غذا جویده میشه با بزاق ترکیب میشه و این ترکیبات شروع میکنه به کمک به هضم کربوهیدرات ها و همتونه تشکیل بلوس، یعنی لذت شدن، که بتونه وقتی که از اسوفاگوس میری به سمت پایین حرکت میکنه دوچار مشکل نشه، آسیبی به دستگاه گوارش وارد نکنه. اسوفاگوس میری از قسمت حلق پایین حلق شروع میشه. این قسمت دو تا اسفینکتر داره، یک اسفینکتر بالایی و اسفینکتر پایینی. معمولا این دوتا وقتی که غذا میخوریم باز میشن. حرکات معده میری دودی شکل است، اوکی، و تقریبا میشه گفت به گراویتی جاذبه نقشی نداره، هر کار پریستالی هستش.
و از قسمت های مختلف این قسمت تشکیل شده از لحاظ آناتومیکالی. اگه نگاه کنید ما میتونیم قسمت اسفاگوس یا مری رو ما بین دوتا اسفنکتر دستبندی کنیم: سرویکال، اپر تراس، تراسیک، میدل تراسیک و لوور تراسیک اسفاگوس، بستگی به قسمت گردنی و تراسیک هستش. شروعشم همونطور که بیان کردم، سرویکال از ناحیه اپر اسفاگال اسفینکتر شروع میشه، چه خیلی مهمه، و تا استرنو نوچه ادامه پیدا میکنه، و قسمت تراسیک هم از قسمت استرنال نوچ تا قسمت اسفینکتر دوم یا کاردی اسفینکتر ادامه پیدا میکنه. مری از یه سوراخی وارد معده میشه، چه این سوراخ از مربوط به دیافراگم است، چون دیافراگم از دیافراگم عبور میکنه و وارد فضای شکمی میشه. میرسیم به معده استامک. معده چه گفتیم؟ به شکلش کیسه‌ای در بالای شکم و مایل به چپ قرار داره، از این طرف به اسپلین و طرف دیگه به چپ به لیور متصل هست. داره عضلات قوی، عضلات ماهیچه‌های عضلانی قوی هستش. کار اصلیش هضم غذاست. قسمت های مختلفی داره، شامل فوندوس، بادی، آنتروم اند کاردیا. داره دو تا اسفینکتر هست، اسفینکتری که بهش میگن کاردی اسفینکتر که به مری متصل هست و پلوری اسفینکتری که به دودنو متصل هست. از لحاظ آناتومیکالی اگه نگاه کنید، اسفاگوس ما میرسیم به لوور اسفریکال اسفینکتر، چه کاردی اسفینکتر هم بهش میگن. اگه از این قسمت معده رو بررسی کنیم، شروع معده است و در قسمت پلوریک سفینکتر معده تمام پیدا میشه. معده قسمت های مهمی داره، شامل فوندوس، کاردیا، بادی و پلوری هستش مینلی، و لایه های مختلفی داره. اگه نگاه کنید لایه های قسمت های مختلفی که وجود داره، ماسل هایی وجود داره، و ما در قسمت پشت معده great curvature and در قسمت پایتیلوش لسه curvature وجود داره. لایه های ساب مکوزال که به عنوان پروتکشن محافظت کننده است و مکوزال قرار داره، و ترشح کننده اسید معده و پپسین هم که به صورت پپسینوژن هستش ترشح میشه. و اگه نگاه میکنید دارایی انواع ماهیچه ها ازش مورب هستش، چه این ماهیچه ها نقش اساسی در نگه داشتن غذا و حرکت معده دارن، به خاطر اینکه این قسمت ها پوشیده شده از قسمت ساب مکوس مکوسال، بکاز برای این چه این اسید معده به اضافه پپسین که هضم پروتئین ها رو براتون داره، این خاصیت بسیار مخربی میتونه بر بافت معده داشته باشه. به خاطر همین اگه در صورت زخم معده معمولا خیلی خطرناک هستش و میتونه واسه بدن هم خطرناک باشه. پریتال سل ها، اینها وظیفه‌شون تولید اسید معده هست، یعنی HCL توسط پریتال سل ها ترشح میشه، و وقتی این اسید تولید میکنه HCL رو، این توسط پروتون پمپ پروتونی، و پروتون پمپ تولید میشه و
به خاطر اینکه پپسین در پیش ایدال 1-3 معمولا فعال میشه بیکاز در مرحله اول به صورت پپسینوژن هستش و در مرحله بعدی میتونه تیز کنه. در مرحله بعدی در پی‌اچ بالا دیگه نمیتونه فعال باشه. اوکی. سیستم اعصاب یا نرو سیستم به این قسمت متصل هست که مهمترینشون پاراسمپاتیک هست چه با عصب واگوس متصل هست. عصب پاراسمپاتیک نقش اساسی در گوارش غذا داره و حرکات های دودی و ترشح اسید معده هستش. برعکس عصب سمپاتیک فایت اند فلایت مانع ترشح میشه. البته از گفتیم چم تو بیان کردیم اسفنکترهای موجود در معده مانع خروج غذا میشه. اگر اسفنکتر کاردیاک دچار مشکل بشه اوکی یا لوور اسافاگوس اسفنکتر این باعث میشه غذا به معده بیاد و باعث رفلکس معده میشه. و اگر در قسمت پیلوریک هم دچار مشکل بشه غذا میتونه به صورت هضم نشده وارد دودنوم بشه و باعث ایجاد مشکلاتی بشه. برای همین و همچنین نقطه اصلیش اینجا هستش جذب ویتامین B12 هست چه توسط اینترنسی فکتور هست. ببین اونایی که بیشتر جراحی معده میکنن یا معده رو کوچیک میکنن یا هر مشکلی هست و معمولا دچار که مشکل جذب ویتامین B12 هم میشن. اگر نگاه کنید عصب واگوس و عصب دهم نقش اساسی در ترشح اسید معده، ترشح آنزیم های معده و حرکت معده برای کمک به گوارش هستش. ما وقتی که از ناحیه مری واگوس وارد میشه ما یه لفت واگوس نرو داریم یکی رایت واگوس نرو داریم چه اینها موازه هم میان چه لفت واگوس یه برانچ هپاتیک داره یکی هم سلیاک برانچ داره و یکی هم چه نروفلیت جته و پلوریک برانچ داره چه اینها به قسمت های مختلف معده وارد میشن چه کمک میکنه اینها برای حرکت ماهیچه‌های معده و همچنین ترشحات معده چه خیلی مهم هستن. اینتستاین روده ها چه معمولا به روده کوچیک و بزرگ تقسیم میشن. روده کوچیک ها به قسمت دودنوم چه جنوب و ایلوم هستش و روده بزرگ بلافاصله بعدشون قرار داره. روده بزرگ هم شامل سه تا کلون هستش و رکتوم اند سکوم هستش. از لحاظ آناتومیکالی اگه نگاه کنی بعد معده دودنوم قرار داره یا 12 بهش میگن. دودنوم به صورت سی شیپ سر پانکراس لوزر مدر رو احاطه میکنه و از طریق مجرایی که از طریق پانکراس و کیسه صفرا وارد ناحیه میشه ما اسفنکترهایی داریم، ما داکتایی داریم که معمولا به عنوان مثال میتونیم به اسفنکتر پانکراتیک داکت یا خود پانکراتیک داکت اشاره کنیم و قسمت پانکراتیک در این قسمت قرار داره و همچنین دودنم خودش که به صورت سی شیپ مانند هست در قسمت شروعش سوپریور پارت هست، قسمت سوپریور هست، قسمت دیسندینگ هستش چه تا اینجا میاد و قسمت آخرش هم میتونه قسمت هورزینتال و اسندینگ هم ما در نظر بگیریم که چه با چرخش به قسمت جنوم تبدیل میشه. البته در این ناحیه با کانکشن داریم با سابتنسوری محصل هایی چه در دودنوم قرار داره. البته اینها ما بین رگ های مهمی چه هستش شامل هپاتیک پورتال وین و همچنین رگ های سوپریور مزنتیک آرتری و سوپریور مزنتیک وین نقش ما بینشون قرار گرفته. اگر دو این شکل هم نگاه کنید بعد دودنوم ججنوم قرار داره و ایلوم قرار داره و از لحاظ آناتومیکالی
ما میتونیم شکل دودنوم رو چین تو داشته باشیم. بیشتر جذب ها در این قسمت صورت میگیره، از این قسمت شروع میشه. ترشحات اصلی پانکراس، لوزالمعده و کیسه صفرا، میدونید کیسه صفرا ترشحات بایلو در این جوال میریزه که بیشتر هدف ایجاد امالسیفیکیشن یا امالوسیون هستش، چه کمک به هضم چربی هستش. اوکی، در قسمت بعدی وقتی که ایلوم ما تمام میشه وارد کلوم میشیم. در این قسمت ما یک ایلوسکال داریم و یک زایه آپاندیس چه قبل از تورم نقش اساسی داره، معمولا که دوچار مشکل بشین و بر میدارن. بعد کلون ها هم رکتوم هست چه حدود 20 تا 17 سانتی طول داره و بعد آنوس هست. آنوس خودش داره دو تا گیرنده هستش، گیرنده اسفنکتر هستش، اسفنکتر غیر ارادی و ارادی. اگر نگاه کنید در این قسمت ها، ما وقتی که ایلوم وارد میشه از طریق ایلوسکارفولد فلپس کانکشن شروع میشه به روده بزرگ و اینجا ورودی آپاندیسه. اوکی، خیلی مهمه. و این قسمت آپندیکال اوریفیس هستش و اینها قسمت های بسیار مهمی هستیه. البته از اینجا اسندینگ کلون شروع میشه، بعدا ترانسفرز کلون، بعدا دیسندینگ کلونه، چه بعدا وصل میشه به رکتوم و آنوس، چه مهم هستش. در اسمال اینتستا بیشتر هضم غذا شروع انجام میشه و جذب غذا. گفتیم غذایی که تو دهان شروع میکنه به استارت هضم، در معده با هضم پروتئین ها تاثیر پیدا میکنه و در دودنوم با ترشحات پانکراس هضم به مراحل 80% 90% نزدیک میشه و بیشتر ترکیبات شکست شده هستن و از اونجا به بعد جذب شروع میشه. اوکی، در ژنو و ایلون بیشتر جذب داریم. دودونه هم گفتیم ترشحات پانکراس به اونجا وارد میشه، یا پانکراس یا چیت صفرا یا ترشحات صفرایی. و در مرحله آخر بعدش جذب و آب الکترولیت انجام میشه در روده بزرگ، میشه جذب آب و املاس صورت میگیره و همچنین تولید بعضی از ویتامین ها به توسط باکتری ها، چه بعضی ویتامین ها B و K در این قسمت صورت میگیره. و این شد درس امروز ما. تقریبا عملکرد دستگاه هوگوارش رو یاد گرفتیم، یک ویدیو خیلی کوچیک بود. در درس بعدی انشالله راجع به بیماری های این قسمت صحبت خواهم کرد، چه عامل هایی پشت این قسمت هستش و چطوری میتونیم این قسمت ها رو درمان کنیم. با تشکر از شما، در لکچرهای بعدی شما رو میبینیم. باز